یک حمله هدفمند نیروهای جبهه مقاومت بالای طالبان در کابل. طالبان یک منتقد سیاست‌های این گروه را بازداشت کرد. تحولات افغانستان محور گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و پاکستان و وزارت خارجه آمریکا با خروج از افغانستان به درگیری در اوکراین و خاورمیانه بهتر رسیدگی کردیم. سلام دوستان، به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. طالبان یک منتقد سیاست‌های این گروه را بازداشت کرد. منابع تایید کردند که طالبان نجیب الله جامی، استاد دانشگاه و منتقد سیاست‌های این گروه را بازداشت کرده است. آقای جامی هرچند در ابتدا حامی نظام طالبان و برقراری امنیت در کشور بود، اما رفته رفته به انتقاد از فضای حاکم و محدودیت‌های شهروندی رو آورد. گفته می شود استخبارات طالبان روز چهارشنبه 15 حمل با آقای جامی تماس گرفته و پس از مراجعه او به این اداره این استاد دانشگاه را بازداشت کرد. طالبان تا اکنون در مورد بازداشت نجیب الله جامی چیزی نگفته است. آقای جامی اخیراً در برنامه‌های تلویزیونی خواستار بازگشایی دروازه‌های مکاتب برای دختران شده بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازداشت آقای جامی انتقاد کردند و نوشتند گروه جاهل تلاش می‌کند افغان‌ها را در جهل و تاریکی نگه دارد. نجیب جامی در آخرین یادداشت خود در شبکه اکس نوشته است که برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان مبارزه می کند. در این یادداشت که روز چهارشنبه 15 حمل منتشر شده آمده، این وظیفه و رسالت ملی است که هویت ملی، ارزش‌های ملی و صدای ملت خود را منتقل کنند. گفته می شود طالبان ممکن است نجیب الله جامی را به دلیل اظهارات اخیرش درباره بازگشایی مکاتب دخترانه و ایجاد نظام در افغانستان بازداشت کرده باشد. طالبان در پیش از 2.5 سال گذشته شمار زیاد از فعالان زن، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و منتقدان سیاست‌های این گروه را بازداشت کرده است. شمار از نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی این افراد شدند. جبهه مقاومت از حمله بر بازگاه طالبان در کابل خبر داد. جبهه مقاومت مدعی شده که بر یک بازگاه طالبان در کابل حمله کرده است. طبق خبرنامه این جبهه، حمله حوالی ساعت 8 جمعه شب هفته عمل بر یک بازگاه طالبان در سایه بلاک های پلیس از مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل رخ داده است. جبهه مقاومت ادعا کرده است که در این حمله دو طالب کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در خبرنامه آمده که تای درگیری با طالبان در این ساحه آسیب به نیروهای جبهه مقاومت ملی نرسیده است. طالبان در مورد این حمله چیزی نگفته است. تحولات افغانستان محور گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و پاکستان. وزیران خارجه آمریکا و پاکستان در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله تحولات در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه هفته عمل با انتشار اعلامیه از گفتگوی تلفنی مقام‌های دو کشور خبر داده است. ماتو میلر سخنگوی این وزارت گفته که آنتونی وزیر خارجه آمریکا با محمد اسحاق سردار وزیر خارجه پاکستان در مورد همکاری‌های دو جانبه، مبارزه با تروریسم، پیشبرد امنیت اقتصادی، گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در این کشور گفتگو کرده است. با این حال، در اعلامیه‌های نشر شده از سوی دو کشور، جزئیات بیشتر درباره تحولات افغانستان و مبارزه با تروریسم، موضوعات مورد بحث دو طرف ارائه نشده است. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که چند پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز در نامه‌ای به شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روابط با اسلام آباد را بر اهمیت خوانده و بر تقویت آن تاکید کرده بود. اخیراً هشدارها در مورد افزایش تهدید تروریسم از خاک افغانستان بالا گرفته است و اسلام آباد و واشنگتن بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی و بر مبارزه مشترک تاکید کردند. وزارت خارجه آمریکا با خروج از افغانستان به درگیری در اوکراین و خاورمیانه بهتر رسیدگی کردیم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اواخر امسال گزارش از تحقیق ها و مصاحبه های صورت گرفته در مورد خروج آشفته از افغانستان را منتشر می کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به انتقاد های اخیر جنرال های بازنشسته آمریکایی در مورد خروج آمریکا از افغانستان و بحران ناشی از این اقدام آن را تصمیم درست برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا دانست
و افزود که ایالات متحده توانست با این اقدام به چالش‌های سیاست خارجی حال و آینده از جمله به درگیری‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه بهتر رسیدگی کند. در ادامه تحقیق در مورد خروج آشفته دولت بایدن از افغانستان به تازگی در نشستی که پشت درهای بسته برگزار شد، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با سه مقام وزارت خارجه مصاحبه کرد که جزئیات آن را CNN منتشر کرد. جان باس، سفیر ایالات متحده در افغانستان از سال 2017 تا 2020، جین هاول، سرکنسول سابق ایالات متحده در آنکارا و جیم دید، دستیار پیشین ماموریت ایالات متحده در افغانستان از سال 2018 تا 2019، سه مقام وزارت خارجه ایالات متحده که در آگوست سال 2021 و در جریان تخلیل نظامی کابل بین النهرین نظارت داشتند. این افراد هرچند در مورد زمان خروج از افغانستان در آن کشور ماموریت نداشتند، اما به دلیل تجرباتشان از کار در افغانستان فوراً به کابل اعزام شدند تا روند خروج آمریکا از افغانستان را مدیریت کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه 4 اپریل متن مصاحبه این سه مقام را در وبسایت خود منتشر کرد. در این میان جان باس که 2 سال در افغانستان در مقام سفیر ایالات متحده خدمت کرده بود به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تا 10 ساعت پس از اعزامش به افغانستان نمیدانست هدف و ماموریتش چیست و آمادگی لازم را برای آنچه قرار بود انجام دهد نداشت. جان باس افزود: هدف ما کمک به خروج شمار زیاد از شهروندان آمریکایی و متحدان افغان ما بود و در این زمینه باید تلاش میکردیم که هماهنگی مطلوب با کشورهای متحد و شرکای خود داشته باشیم. او تصریح کرد که هیچ فهرست از افرادی که مباعث در روند خروج از افغانستان با آنان اولویت داده میشد دریافت نکرده است. پنتاگون و جنرال های بازنشسته آمریکایی که روند خروج از افغانستان را نظارت میکردند، وزارت خارجه را متهم میکنند که برنامه خروج از افغانستان را در وقت مناسب و با طرح مناسب ارائه نکرده و این مسئله منجر به تشدید بحران شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که در گزارش CNN از او نام برده نشده است، افزود: گردش آمریکا در تخلیل نظامی افغانستان 124 هزار شهروند آمریکایی و متحدان افغان و شرکای بین‌المللی داشت از این کشور خارج کرده است. او برخلاف منتقدانی که دولت بایدن را به بی‌کفایتی و سوی مدیریت در روند خروج از افغانستان متهم می‌کند، این روند را اقدام عظیم و بسیار چالش برانگیز که در شرایط فوق‌العاده انجام شد توصیف کرد. جنرال مکنزی، فرمانده بازنشسته ستاد فرماندهی ایالات متحده، و جنرال مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا، اوسط ماه آگوست در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حضور یافتند و جزئیات روند خروج از افغانستان را در اختیار عموم قرار دادند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافی از ویدیو را لایک کنید.